صد درصد تو عمرش هیچ کاری نکرده بود سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز اپیزود خیلی, شو قرار بیشتر بکشین خیلی آخه دیگه انرژی خیلی دیگه واقعا آخه اپیزود قبلی ما رو ببین چقدر خودمونی ما دیگه خودمونی عجیب آره بچه‌ای که من بگم اگر میخواین ببینید که واقعا چقدر ما خودمونی هستیم بیاین تو یوتیوب ببینید که ما داریم چیکار می‌کنیم حالا آره من تیکای خیلی کمش تو اینستاگرام می‌ذاریم یه ده ثانیه ولی واقعا خودمون این نشستیم الان معذب این تازه قدیم که تصویری نمی رفتیم اون موقع دیگه خیلی خودمونی آره بودی دیگه. تو اون خنده هایی که می زدی آره اشو الان آخه قبلا مثلا من به کرون اشاره می کردم می فهمید آره الان دیگه نمی الان دیگه و همه اصلا خانه ها نشسته اینجا زشته ام... چیزی داریم بگیم نه دیگه تو این ده دقیقه که ما از ضبط قبلی به اینجا برسیم زیادمون نیمد برای سریاله سریال صحبت کردیم آها میذاریم تو جالب هفته میگیم چیو؟ و همین سریاله رو جالب داریم اگه؟ راه می... به اون جالب رو میگیم دیگه گفته بودیم اگر که سریالی مثلا چیزی میبینیم با حاله آه. بگیم آره من یه سه دیگم دارم که میگم بگو نه میدونم برای جالب میگم شروع کنم برایزم چی میخوای اصلا بگی؟ قسمت 178 امروز میخوام از پنجره براتون صحبت کنم پنجره 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 ها واشد روی آقا یکی ها. از این عزیز همکاری که ما داشتیم قبلا هم از دانش ایشون استفاده کرده بودم ایشون موضوع پیشنهاد داده بودم هوتن جان سلام آقا هوتن نه آره همونی که تو هم دیدیش آقا هوتن اینجا میشینن آره سلام هوتن سلام که ما هستیم این بر هوتن جان ما داریم چند وقت پیش برای من یه لینکی فرستادن گفتش که شاید بتونه موضوع خوبی باشه دمت کرد من رفتم نگاه کردم خیلی لذت بخش شد حالا میخوام با شما به اشتراک بزنم راجع پنجره است یه پنجره به اسم جوهری خیلی عجیبه جوهری ویندو این در واقع یه مفهومیه که توی بهبود روابط آدما با خودشون و دیگران استفاده میشه یه مفهوم روانشناسیه مقاله به اسم جوهری ویندو تو <applause> بگی جوهری چیه <applause> مهم. مهم. سال 1961 چاپ شده مفهوم قبل اون به وجود ما ولی مقاله مال اون موقع است و اون لحظه که من چک کردم 492 بار سایت شده بود در واقع بهش ارجا داده شده بود گرچه <applause> بالاتر باشه یعنی موازختره دیگه بله حالا این مفهوم دو تا روانشناس به اسمهای جوزف و هرینگتن تعریف کردن آه مثلا مثل روز رویس و اینا که به هم آره سن... حالا جوزف و جو با هرینگتن شده جوهری جوهری بینده جی اچ ای حالا خیلی ممکنه با این مفهوم آشنا باشن ولی برای اونایی که نیستن حالا من توضیح میدم چیز جالبیه بدن توضیح بده جندی میگن که مثلا ما یه تصوری از خودمون توی ذهن خودمون داریم بله یه تصوری از تصویر خودمون توی ذهن بقیه هم داریم بله خب یه سری ها پارو فراتر میذارن میگن که من اونی هستم که فکر میکنم تو فکر میکنی من هستم بله خلاصه چی میخوایم بگیم میگیم که ما تو ذهنمون خب از خودمون شخصیت خودمون یه ایده ای داریم مثلا ممکنه تو ذهن خودمونم یه تصوری از تصویر خودمون تو ذهن شما داشته باشیم ولی لزوما اینا با هم منطبق نیستن و اصلا سوال اینه که ما کیم کدوم یکی از ایناییم خب چرا خب چی برو گفتنی نیست آره بیا یه بازی انجام بدیم این بازی چجوریه یه سری بیا بیا بازی نمیذاره ما صحبت کنیم بگو بیا بازی کنیم بگو ببین یه سری صفت من اسم میبرم خب فرض کن که این صفت ها رو من میدم به تو از تو میخوام آره قرمز شو از از تو میخوام که هر کدوم از این صفت ها رو که به نظر من دارم من کارون دارم اوه. تو مثلا یه علامت دورش بزن همین کار رو من هم انجام میدم آها که ببینیم چه صفتهایی تو فکر میکنی داری و چه صفتهایی من فکر میکنم تو داری آره. و ببینیم مثلا س... ما کجا با هم دیگه آره. این مثلا صفتها چی میتونه باشه مثلا شجاع بودن میتونه باشه اصلا نیستی آروم بودن زود جوش بودن قابل اعتماد بودن خشن بودن خردمند باشی مذهبی باشی نه مهربون باشی شال باشی دوستانه رفتار کنی با بقیه با انرژی باشی نم با سواد باشی یه عالم صفت حالا بعدم اشاره میکنم که کجا دوست داشتی اینا رو پیدا کنید ولی داستان بازی اینطوریه یه سری صفت رو لیست میکنن شما یه سابجکت دارید یه موضوع مورد مطالعه دارید این صفت ها رو میدن به اون موضوع مورد مطالعه ازش میخوان که دور اونایی که دور اون صفاتی که فکر میکنی خودت داری خط بکش من نویم که بیرون قضیه نشستم و دوست دارم اون طرف رو توصیف کنم هم دور اون صفاتی که فکر میکنم اون طرف داره خط میکشم این دو طرف هم دیگه میشناسن دیگه باید بشناسن آره در واقع میخوان می... از ظاهر نیست یعنی طرف اصلا واقعا میشناسن چیز روانشناسی میخوان رابطه بین آدما رو بررسی درست, درست. حالا چهار حالت ممکن اتفاق بیفته این پنجره جوهری در واقع اینجا به وجود میاد شما یه پنجره دو در دو رو در نظر بگیر ما این چهار حالت رو میخوایم بچینیم تو این پنجره آره بالا دست چپ میشه صفاتی که هم من گفتم من دارم هم ایمان مثلا گفته من دارم بله بالا دست راست آره میشه صفاتی که من نگفتم دارم ولی ایمان گفته من دارم پایین دست چپ میشه صفاتی که تو گفتی داری ولی من نگفتم داری آفرین پایین دست راست چی میشه؟ صفاتی که نه من گفتم داری نه تو گفتی آفرین خب حالا این اومدم برای این چهار تا پنجره اسم هم گذاشتن بالا دست چپ چب... بعد <تصحیح> <down> ما آدرس نمیدیم اه... اون پنجره که اشتراک داشتن صفت ها یعنی هم من گفتم هم ایمان گفتیم که توی من وجود داره بهش میگن اوپن ایریا یا آرنا بهش میگن خب یه جا داریم نقطه کور منه یعنی بالا دست راست اون صفاتیه که من نگفتم داره ولی ایمان داشته بقیده. در واقع بلایند سپات آره بلایند سپات بوده و در واقع اون تصوری بوده که ایمان از من داشته ولی من بهش آگاه نیستم بله یه جا دیگه هست که برعکس این قضیه است یعنی من برای خودم یه سری صفات رو قائلم که ایمان قائل نیست برای من یعنی یه جای کار میلنگه یا من درست خودم رو در واقع نشون ندادم یا ایمان تصور واهیه یا تصور واهیه یا ایمان درست من رو نشناخته این آق... اینو بهش میگن هیدن ایریا جایی که مخفیه فقط خود شفاف نیست آره یه جا دیگه هم داریم آن ناون که اصلا هیچ نمیدونه هیش خدا هیشکی... میدونه فقط آره هیچ نمیدونه حالا بریم یه ذره جزئی تر نگاه کنیم اون صفاتی که اون ناحیه‌ای که جفتمون گفتیم وجود داره چیه در واقع اون بخشی از وجود ماست که هم خودم میبینم هم بقیه خب این صفات مورد تایید دو طرفه میتونه تمام رفتارها احساسات مهارتها زوایای دید چیزهای مختلف توی اون منطقه باشه که در واقع هم, هم دارن میبینن و واضح و مبرهنه برای همه نکته مهم اینه میگه که این دقیقا اون منطقه که بیشتر ارتباطات توش انجام میشه و هرچی این ناحیه بزرگتر باشه در واقع این وجوه اشتراک بیشتر باشه این صفاتی که اون تو بیشتر باشه ما روابط مفیدتر و با کیفیت داریم درست یعنی ما اگه با یه کسی داریم ارتباط برقرار میکنیم هر چی میتونه ارتباط حرفه ای سر کار باشه ارتباط دوست معمولی باشه میتونه با مادر پدر باشه نمیدونم روابط صمیمی باشه هر چی که هست اون رابطه زمانی با کیفیت تر میشه که دیدی که من نسبت به انسان اکس دارم با, با دید, دید, خودش, خودش. خیلی منطبق باشه این اشتراکه هر چی بیشتر باشه کیفیت اون رابطه بالاتره پس چیکار باید بکنیم خوبه که ما بیایم این ناحیه رو بزرگ کنیم این ناحیه اشتراکی رو ما بیایم بزرگش کنیم دو تا کار میتونیم بکنیم میتونیم عمودی بزرگ کنیم میتونیم افقی بزرگ کنیم <lara> خب او... افقی چجوری بزرگش کنه نمیذاره اوه اگه قبلا بود 800 بار الان پاس داده بودیم که میدونم میخوای پاس بدی ولی پاز نمیدی خب. چجوری جدی دیگه از اینجا ببر افقی چجوری بزرگ میکنی باید اون بلایند اسپاتر رو از بین ببریم یعنی در واقع تصوری یعنی که... بیشتر همدیگه رو بشناسین دیگه یعنی آخرش می‌خوایم این برسی که اینا فرض شناختتون از همدیگه باید انقدر بره بالا و انقدر دقیق بشه که هر چی بیشتر همدیگه رو بشناسین اون مفهوم رابطه بهتر دو مدلی خب. که در واقع میتونیم اون صفات مشترک رو اون ناحیه‌ای که در واقع اتفاق نظر روش داریم و بزرگ کنیم گسترشش بدیم اه اولیش اینه که ما میتونیم بلایند اسپات نقطه کور خودمون رو از بین ببریم یعنی چی یعنی به صفات خود آگاه آره من میشه. من از بقیه فیدبک بگیرم بازخورد بگیرم ام. از بقیه ببینم ذهنیت بقیه نسبت به من چیه من تو ذهن بقیه چه شخصیتی چه شخصیتی رو در واقع به وجود آوردم چه تصوری از من دارن بازتاب حالا من توی ذهن بقیه چه جوریه من از اینکه آگاهی پیدا کنم در واقع کم میشه من بیشتر میفهمم که شاید مثلا خود خود بیشتر میشناسی آره مثلا من شاید تو ذهن خودم بسیار آدم آرومم که اصلا عصبی هم نمیشه و فلا ولی ممکنه یه کسی باشه که من رو آدم عصبی در نظر میگیره یا مثلا چه میدونم من تو ذهن خودم یه آدمی هم که چه جنسیت زده نیستم آره اینو احترام بقید. مثلا میذارم تو ذهن خودم ولی ممکنه یه کسی از من جایی رفتاری دیده باشه که گذاشته باشه به حساب اینکه من مثلا آدم جنسیت زده ایم آره این نکات منفی شاید مثلا سختتر باشه برای خود آدم قبول کردنش مخصوصا آره, آره مخصوصا مثلا این جنسیت زدگی یا نجات پرستی یا هر چیز دیگه آدم ها خیلی سختتر قبول میکنن که خودشون همچین صفاتی رو دارن برای همین اگر که از بقیه حالا به قول تو بپرسن یا نظر سنجی بکنن یا هر چیزی شاید به این صفات بهتر آگاه باشن آره یعنی ما اون نقاط کور خودمون رو میتونیم با فیدبک گرفتن از بقیه برطرف کنیم حالا این فیدبک گرفتن ما قبلا گفتیم اینجوری نیست که شما مثلا یه آستین بالا بزنی بری شروع کنی یکی رو نقد کردن نقد کردن راه و روش خاصی خودش رو داره لزومی نداره تو اصلا هر کسی رو نقد کنی ولی اگه رابطه ای داری که برات مهمه و داری بلاش تلاش میکنی رابطه میگم میتونه با مادر پدرت باشه با دوستت هرچی که باشه میتونی ازشون فیدبک بگیری که ببینید من تو ذهن اونا چه شخصیتی دارم و چجوری میتونم این ارتباط رو بهتر کنم یه حالت دیگه هستش که در واقع ما میتونیم این رو گسترش بدیم به سمت پایین یعنی نقط پنجره پایین دست چپ اون هیدن اریا اون منطقه مخفی رو کوچیک کنیم این چجوریه؟ اینی که من از خودم بیشتر به بقیه بگم درست که بقیه در واقع من رو بیشتر بشناسن بدونن مثلا من چه مدل آدمی هم چه احساساتی دارم چه رفتاری دارم نمیدونم چه جوری طرز چه طرز فکری دارم ما رو داریم کار میکنیم دیگه بله دیما مثلا آره در پشت ویترین گوشین پشت پنجره آره پس ما گفتیم از دو بر میتونیم این ناحیه مشترک رو گسترش بدیم یکی اینکه نقطه کور خودمون رو کم کنیم از بقیه فیدبک بگیریم دو اینکه خودمون بیشتر صحبت کنیم بازتر باشیم اطلاعات بدیم به بقیه از خودمون و اون ناحیه هیدن اریا منطقه مخفی رو کوچیکترش کنیم که این باعث میشه در واقع اون بچه اشتراکه گسترش پیدا کنه این شد پس اون تا الان داشتم بالا دست چپ نقطه اشتراکه رو توضیح میدادم اون بلایند سپاته در واقع نقطه کوره گفتم برداشتیه که بقیه از ما دارن و خود ما داشتن اون کیفیت ممکنه آگاه نباشیم کیفیت که من استفاده میکنم میتونه اونجا صفت خوب باشه میتونه اونجا صفت بد باشه ممکنه من توی چشم یکی آدم شجاعی باشم ولی از نظر خودم شجاع نباشم اون شجاع بودنه میره تو پنجره بالا دست راست درست و از طرف دیگه حالا چنم ممکنه پیش خودم آدم آرومی باشم از نظر یکی دیگه نباشم اون میافته می میره اینور ولی کیفیت که من میگم منظورم هم میتونه مثبت باشه حالا مثل شجاع بودن هم میتونه بودن باشه منظور کیفیت که من میگم این لفظ اینه در واقع پس اون نقطه نقطه کور این شد که کیفیت هایی که ما داریم و خودمون آگاه نیستیم یا در واقع بازتاب شخصیت ما تو ذهن بقیه اون کیفیت ها رو یادآور میشه قسمت اه... چهارم چی؟ سرم بگم این پایین چپ و گفتی نه نه اون او مورد یک رو گفتم آها. چون راه های گسترش دادنش رو گفتم دیگه اینا رو پوشش داد ولی هم پوشانی داشت بله. سه حالا چیه؟ کیفیت هایی هستن که یا واقعی نیستن یا اصلا اونها رو ما نداریم صرفا داریم ادعاشون میکنیم یا بقیه ازشون آگاهی ندارن اه. که حالا اینا میتونه احساسات، تجربیات گذشته اصلا ترس ها و رازهای ما باشه یعنی ما اونا رو فاش نکردیم خود رو میدونیم وجود دارم ولی من چون فاشش نکردم به هر دلیلی به هر دلیلی به عنوان یه راز دارم پیش خودم نگه میدارم بر بقیه پوشیده است اونو نمی نمیبینن و مورد چهارم اونجایی که نه من میدونم هست نه تو میدونی اینا خیلی چیز جالبیه داره جالب برام بدم اونو رو چیکارش میکنم این داستان چیه چند تا حالت میتونه داشته باشه اینه که حالا ما واقعا اینا رو نداریم یه سری کیفیتی که ما نداریم چیه. یه دلیل دیگه اینه که ما ممکنه توی گذشته توی بچگی مثلا یه اتفاق بدی برامون افتاده باشه یه فاجعه ترامایی اتفاق افتاده باشه اون رفتار رو ما دیگه هیچ وقت نشون نمیدیم و هیچ وقت هم تو زندگی ما ممکن سر نزنه برای همین فکر میکنیم ما اون کیفیت رو نداریم این هم یه دلیل دیگه سومیش هم اینه که میتونه اصلا یه استعدادی باشه که هنوز کشف نشده توی تو بسته به اینکه حالا از این پنجره توی چه هیتهای داریم استفاده میکنیم توی رابطه مثلا ممکنه میگم یه اتفاق بدی بوده که تو گذشته برای ما افتاده این باعث میشه ما چون مثلا چرا مهارت خوب رانندگی کردن رو نداریم چون شاید بچه بودیم یه تصادف بد دیدیم این همیشه ما ترسیدیم یا ممکنه یه استعداد مثلا خاصی رو ما هیچ نشون ندادیم چون در معرضش نبودیم و شاید سرکوب شده یعنی تو اصلا یه استعداد چون هم خانندگی داشتی ولی اگه توی خانواده بزرگ شدی که مثلا اینو مطربی میدونستن یا مثلا جایز نمیدونستن شاید سرکوب شده اصلا از بین رفته آره یا شادم که اصلا وجود نداره ولی خب مطالعه کردنش خیلی جالبه دیگه چون اگه شما توی گروه دارید کار میکنید و یه استعدادی اونجا هست که نیاز دارید ممکنه خیلی خوب باشه که مطالعه بشه بدیم تو کدوم یکی از اعضای گروه این رو میشه کشف کرد که سرمایه گذاری بشه ازش بره ولی اینو تنکزی که میتونه براش در واقع میتونه ازش آگاه بشه فقط خودتی دیگه یعنی بقیه نمیتونن زیاد به تو کمک بکنن شاید بقیه که... هم بتونن حالا این دیگه مسائل روانشناسی خاص رو داره ولی کلا اون ناحیه هم ناحیه جالبیه آره حالا هر کسی که توی هر گروه دوستی که باشه اگه یه دوست جدیدی به اونجا هم اضافه میشه چرا میخندید لبخند زدم به آره چرا مثلا من که حالا اومده بودم تازه کانادا چهار سال پیش مثلا از طریق ایمان با حالا فرهادی ناشنا شدم خب اون اوایل اینا هیچ اطلاعاتی از من نداشتن اون نوشی ناه... عرضه نمایش دیگه خودت اون ناحیه حالا هیدن اریا شاید خیلی بزرگ, بزرگ, بزرگ بود, بود. آره. اشتراک خیلی کوچیک بود چون کسی مثلا هیچ ایده نداشت من چه جوری حالا بلایند اسپات هم جای خودش نه. نقطه کورا ولی به مرور زمان اینکه شما بیشتر خودتون نشون میدید بیشتر رفت آمد میکنین با این رفت آمد میکنین از خودت اطلاعات از میگی از بقیه هم فیدبک میگیری باعث میشه که این دوتا ناحیه بالا راست پایین چپ کوچیکتر بشن و اون ناحیه اشتراکی در واقع گسترش پیدا کنه حالا من اون لیست صفاتی که اولش گفتم اگه تو ویکیپدیا شما سرچ کنید جوهری ویندو اونجا یه چه لیست صفات بیشتری هست. فارسی زن فکر نکنم جوهری نه, نه فارسیش نبود. آره. فارسی نبود. فارسی نداشت. حالا تو های دیگه هم هست. خلاصه این بازی رو انجام بدید. با کسایی که براتون مهمه ما من قبل اینکه بیام یه دور رانش کردیم با چند نفر نمیشد با هم ران کنی بازیو؟ رو میتونیم بعدش ران کنیم خب حسادت نکن تو اپیزود قبلی نمیگفتی گفتی گفتن دوست حسادت نمی آه. اه، چیزه اینو ران کنید باحاله جالبه و اگه براتون رابطه مهمه میتونید برید به سمت اینکه اون اوپن ایریاره حالا گسترش بدید اینو یزی من میگم توی حالا د... مدارس مدیریت و اینام که میرین از این کارها خیلی انجام میدن موقعی که میری توی گروه مثلا تازه و مثلا افراد و نمیشناسی دقیقا همون به خاطر چیزی که کارون گفت شاید یه کاری و مثلا یه نفر بلد باشه که شما واقعا تو گروهش نیاز دارین ولی طرف تا واقعا ندونه مثلا چیزی نگه برای همین این بازی ها رو انجام میدن که نقاط ضعف و نقاط قوت همدیگه رو بدونن که بتونن با همدیگه راحتتر توی گروه کار بکنن و این از این کارا زیاد انجام میشه آره خیلی جالبه کلا این حالا تستایی که ایمان میگه دقیقا تمرین میکنن آره چیزهای مختلف رو تمرین میکنن هم خودتو بهتر بشناسی هم بالاخره ما تو هر جا که زندگی کنیم کار کنیم نیاز داریم به برقراری حالا رابطه با کیفیت و بقیه و این یکی از حالا راه یکی از تستای روانشناسی که میشه فهمید نقاط ضعف چجوریه حالا همه اینا رو ما گفتیم اینو حالا فریم ورک این چارچوب ما معرفی کردیم به اینجا برسیم که ما واقعا کی هستیم واقعا کی هستی یعنی تو اون هم که بخشی هستی که همه روش اتفاق نظر دارن مثلا همه اتفاق نظر دارن, دارن که تو آدم شوخی هستی من میدونم تو چی, همه چی میخوای بگی خنداتم. من چیز خواست نمیم نه میخوای بگی که بلی ما مجموعه ای از تمام اینا هست نه <تصفح> 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 اینا نمیخوام بگم ما اونیم یا اون بخشی هستیم که خودمون فکر میکنیم هستیم ولی بقیه فکر نمیکنن ما هستیم خب یعنی پایین چپ درست یعنی مثلا فرض کنم مثلا یه آدمی خودش آدم احساساتی بدونه ولی چون هیچ وقت فرصت نبوده که نشون احساسات بودن رو نشون بده هیچکی همچین انتظاری ازش نداره اینیم یا اونی هستیم که بقیه فکر میکنن ما, ما هستیم ولی خودمون نه مثلا بقیه فکر میکنن که ما خیلی قد و یدنده ایم در صورتی که ممکنه خودمون این باور رو نداشته باشیم حالا جالب مینا یه بار یه حرف جالبی زد من باش سر صحبت میکردم برگشتم. گفتش که... بل. گفتش که اصلا ممکنه تو همیشه مثلا توی یه جمعی بوده باشی که اون جمع حرف منطقی نزده و تو مخالفت کرده باشی با اونا حالا تو نوعی یا بحث چیز دیگه بود و اون جمع شاید فکر کنه که تو قد و یه دنده ای در صورتی که اگه تو یه روزی یکی توی یه جمعی حرف مناسبی زد که منطقی بود تو خیلی راحت پذیرا باشی پس ما این, 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 این کدوم یکی از این نگاه های یا آخریش اصلا اون بخشیم که نه خودمون نه بقیه فکر میکنم ما هستیم چون مثلا فرض کن یه روز من برم هنرمند شم دیگه دورترین اتفاق ممکنه. من بشینم نقاشی بکشم خب تو دوره آره همین ما کد... سوالی نه دیگه تو کدوم یکی از این چهار تا پنجره با کدوم یکی از اینا هستیم ما شخصیت ما چیه بگو دیگه بگو ما رو تشنه کردیم بگو کدومیم جوابی نداره و ما مجموعی از این اینو حالا پنجره نه اینو اینکه جواب این که ما کی هستیم ما تصویر ذهنی خودمون از خودمونی ما بازتاب شخصیت خودمون تو تصویر بقیه ما اون چیزی هستیم که فکر میکنیم تو فکر میکنی من هستم اینا رو میذاریم به عهده فلاسفه اینو جوابشو اونا میتونن بدن بگم بعضی موقع این تصویری که ما فکر میکنیم بقیه از ما فکر میکنن خیلی میتونه در سرساز بشه اوف. توی مخصوصا توی مثلا اضافه وزن و اینا بعضی ها واقعا فکر میکنن که طرف مثلا نیقلیونه ولی مثلا تو فکر میکنه که بقیه فکر میکنن که طرف چاقه برای همین خودشو مثلا هی گشنگی و گشنگی میده و مثلا مریضی های بد فوت میشه, میشه فوت. نه خیلی این چیز خیلی جدیه و مثلا اینجا اتفاق میفته و تو مدارس مثلا طرف واقعا میری بیمارستان مثلا چندین هفته به خاطر که غذا نمیخوره فقط به خاطر اینکه فکر میکنه ذهنیت بقیه در مورد مثلا اون شخص اینه که مثلا طرف مثلا اضافه وزن داره و این بعضی موقع واقعا میتونه به مثلا چیزای خیلی جدی تبدیل بشه و بعضی هم حالا منم خودم شاید بعضی موقع درگیرشم که بعضی کارا رو انجام نمیده به خاطر اینکه فکر میکنه بقیه در مورد این کاری که انجام میده چی فکر میکنن جالبه آره این خیلی میتونه درد سر ساز باشه این تصوری که ما از تصویر خودمون تو ذهن بقیه داریم این خیلی میتونه چیز باشه حالا گفتم این که ما کی هستیم ما اینا باشه به عهده فلاسفه جوابشو بدن اصلا یه ما یه ذره خارجیم از بحث اومدیم دیدیم همه ای ما وجود خارجی نداریم خب فکر کن یه روز بیا بشه و بگن که شما وجود خارجی نداری کامپیوتری هست آره این بحثش هست خب این برید دوست داشتید دنبال کنید که ما اصلا توی یه شبیه سازی هستیم ما توی یه سیمولیشنیم کل دنیا خب الان دلیل اینکه که من حس میکنم ایمان اینجاست چیه اینه که چشم من داره مثلا آبجکت رو میبینه ایمان رو میبینه نور از ایمان به چشم من میرسه بعد اینا سلوله عصبی میبره به مغز توی مغز این نورونای حالا یه سری فایر میشه یه جا این برداشت رو من دارم که ایمان اینجا هست خب ذهن دیگه شما فرض کنید این ذهن ما اینا همش میتونه توی شبیه سازی اتفاق بیفته سیمزه اصلا همه میتونن یه سری ذهن باشن توی یه سری ظرف ظرف اصلا یه آره که این ذهنها حالا بس کاسه باشم به یه هوش بالاتری که اون اینا رو سینکرونایز کنه هماهنگ کنه و این تصور برای شما به وجود بیاد که شما موجود زنده این خب اینو یه محققی توی دانشگاه استنفورد محقق ویچوال ریالیتی واقعیت مجازی خیلی باحال توضیح داده بود که چطور مثلا دنیا میتونه شبیه سازی باشه چون میگن بحثش هست میگن اگه شبیه سازیه چرا یه سری ایراد و اشکال توش نیست چون مثلا بازی کامپیوتری که ما میکنیم همش شبیه سازیه یه جا باگ میخوره یه جا مثلا یه داستانی میشه می میفهمی که میفهمیم که مثلا اوکی مثلا یه مشکل مشکلی داشت چرا مثلا تو دنیای ما ما هیچ نفهمیدیم همچین مشکلی داره این توضیح جالبی میده میگه توی بازی کامپیوتری واسه اینکه صرف جویی کنن توی مصرف حافظه و قدرت پردازش حالا اون بازیکنی که توی بازی هست هر بازی که باشه اشیا آبجکت هایی که دورن نسبت به این بازیکن دیتیل و جزئیات زیادی ندارن به محض اینکه اون بازیکن نزدیک اون اشیا میشه رو. اون دیتیل شروع میکنن به نمایان شدن مثلا یه درخت رو که از دور میبینی تو بازی کامپیوتر یه چیز محویه میری نزدیک الان دیگه حالا پیش رفتم کردن قشنگ جو... که میخوره برگاشم تکون آره. آره. اصلاً یه جزئیات عجیبی رو بهش به نمایش میذاره به این قضیه توی کامپیوتر چی میگن میگن پروسیجرال رندرینگ مه. که همه چی رو فرد رندر نمیکنه که پدر CPU و حالا مموری و اینا در بیاد چیزی که نیاز نداره رو نشون نمیده دیگه با یه رزولوشن خیلی کمی نشون میده جزئیات دیده نمیشن تا وقتی که بازیکن پلیر نزدیک اون آبجکت بشه بله. بریم بزنیم توی کوانتوم مکانیک و اینا خب یه شاخه ای از فیزیک از اینجا از اون بیا آره توی کوانتوم لول حالا اشیار یا دنیا رو که تو بهش نگاه کوانتومی میکنن چیه میگه طبیعت رو توصیف میکنه توی سطوح مختلف انرژی اتم ها خب مثلا کوانتوم مکانیک چی میگه میگه که جای دقیق الکترون رو نمیتونه پیش بینی کنه ولی میتونه احتمال حضور الکترون توی اون نقطه رو پیش بینی کنه حالا اینو یه کوانتوم فیزیک یا کوانتوم مکانیک اینا که سرچ کنید ویکیپدیا یه تصویر جالبی داره از همین دقیقا ظاهر کردن که حرکت این الکترون دور هلیوم اگه اشتباه نکنم چه شکلیه چه شکلیه یه هیت مپه هیت مهم. مپ جایی که احتمال حضور الکترون بیشتره پررنگتره جایی که احتمالش کمتره تاریکتره بله داستان چیه میگه که ما کانتوم مکانیک نمیتونه دقیق پیش, پیش بینی کنه که این الکترون کجاست یه احتمالی بده که این الکترون اینجا وجود داره خب این حالا یه نگاه فیزیکیه اه، یه تفسیری از کوانتوم مکانیک هست بهش میگه کوپنهاگن یا کوپنهیگن اون چی میگه میگه سیستم ها در کوانتوم لول ویژگی های مشخص دفینیت پراپرتیز ندارن تا قبل از اینکه دیده بشن خب یعنی سیستما رو توی اون کوانتوم لول نمیتونی توصیف کنی بگر اینکه ببینیشون تا... چون لحظه ای که میبینیشون تازه مشخص میشه اون سیستم چه ویژگی هایی داره چه پراپرتی داره بله و در واقع اون لحظه مشاهده هست که اون ستیت اون وضعیت نامشخص از عالم رو تبدیل میکنه به ستیت یا وضعیتی که با فیزیک کلاسیک قابل توجیهه به همین ترتیب کوانتوم مکانیک نمیتونه ویژگی های قطعی از ذرات کوانتومی رو استنباط کنه تعیین کنه به جاش یه احتمال از احتمال از, از توضیح های آره اه... از توضیح های احتمال استفاده میکنه که توصیف کنه اون وقایع دقیقا مثل همین حرکت الکترون نمیتونه بگه دقیق کجاست کوانتوم مکانیک ولی می‌تونه می... احتمال بده که همچین چیزی وجود داره آره ولی نکته دقیقا همینه میگه این تفسیر از کوانتوم مکانیک میگه که سیستم ها توی لول کوانتومی دفینیت پراپرتیز یا ویژگی مشخص ندارن تا قبل اینکه دیده بشن اون لحظه‌ای که میبینیه که عالم میره توی وضعیتی که با کوانتوم میکن... با فیزیک کلاسیک قابل توجیه حالا این میتونه چی بگه این شد عین بازیه دیگه تو بازی ما گفتیم که واسه اینکه قدرت پردازش و حافظه اینا رو نگه سیو کنیم خیلی هدرش ندیم اون درختی که مثلا دوره از بازیکن رو با جزئیات رندر نمیکنن وقتی که بازیکن بهش میرسه بهش جزئیات میدن تفسیر کوانتوم مکانیک از دنیا از سیستم های دنیا هم همینطوریه میگه تا اون لحظه که ما ندیدیمش اینا ویژگی مشخصی ندارن اون لحظه که میبینیمش یه سری ویژگی پیدا میکنه که با کوانتوم مکانیک قابل توجیه با فیزیک, کلاسیک, 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 قابل توجیه بله، آره قابل توجیه و انگار میتونه دنیای ما هم در واقع از همون مفهوم پراس <تصح> <بخشید>. <تصح> بله دنیای ما هم میتونه از مفهوم پروسیجرال رندرینگ استفاده کنه <متحد> این ایده ای که دنیا سیمولیشن رو نمیشه ردش کرد <متحد> خرافات و اینا نیست دا. مثلا چیزای عجیب غریب نیست این یه بحثیه که منطقیه و میتونم درست باشه حالا اینجا تشابهشم هم به بازی کامپیوتری ما گفتیم اونجا زیاد هم دور هم نیست دیگه حالا سیمولیشن دیگه واقعا میتونه دیگه یعنی میگم ما چون همه چیزو رو مغزمون داریم دریافت میکنیم <متحد> که مغز من توی کاسه باشه بهش این نوروناش فایر بکنه این سیگنال ها بیاد برسه من بس میکنم ایمان نشسته جلوم تو اون کاسه بلد. مغزش اینا رو چرا گفتم که الان اصلا کجا آره بدوز به هم الان دیگه الان آره خیلی آره باز شد آره. اینجا بود که اصلا ما کیم و کدوم یک از ایناییم این چیزی هستیم که خودمون فکر میکنیم اون چیزی هستیم که تو فکر میکنی و چه اشتراک ایناییم تصور ما از تصویر ذهنیمون و ایناییم بله. چیزی که میخوام بگم اینه که ما برداشت منه ما به تناسب اینکه توی چه جمعی قرار میگیریم و چه درجه راحتی رو با آدم اون جمع داریم و اون آدم ها چقدر اطلاعات راجع به ما دارن و چقدر از شخصیت ما رو میشناسن این اندازه هر کدوم از این پنجره ها کوچیک و بزرگ میتونه بشه و اصلا ما ممکنه بتونیم شخصیت های نه خیلی متفاوت ولی شخصیت‌های گوناگونی رو تو جاهای مختلف به تناسب اینکه با چه آدمایی داریم سر کله میزنیم نشون بدیم حالا همون برمیگرده به اپیزود قبلی که ایمان رفت رو چه به دوستی و اینا مثلا تو پیش دوستای خیلی قدیمیت باشی که خیلی باشون راحتی یه مدل برخورد میکنی پیش دوستای جدید یه مدل دیگه اینا دلیلش دقیقا همینه که اندازه این پنجره ها داره کوچیک و بزرگ میشه همشن. خیلی خب این آخرش یه ذره سنگین شد و برم دوباره خودم و... گوش بدم خیلی دوست داشتم بیتونم درک بکنم ببینم چی میگی در مورد چی چیز صحبت کنیم جارو هفته یه دوست چیز بگیم در مورد سیلیکون ولی میخوای صحبت کنی تو آره ایمان چه آخش حالا <تصفح> اون سری اینو بعد اینکه ما پرسیدیم که چه پیشناداتی داریم گفتن آره. که سریالی اگه میبینید مثلا حال میکنید آره موزیکی آره بازی اه... آره بازی این سری ما سیلیکون ولی تو قدیمی سریال از 2015 فکر کنم داره پخش آره. میشه ایمان پرسید چی نگاه میکنی حال میکنی من گفتم سیلیکون ولی خیلی نردی توره گیکی توره که یه سری نمودی طبونه... استارتاپیه که داره مثلا انجام میشه و آره مشکلاتی که برشون به وجود میادون تو آره این خیلی باحال من آره. دوست من دوست دارم حالا من اینجور سریال ها رو دوست دارم اینجور شخصیت ها رو دوست دارم برام خیلی جالبه دیگه مثلا میگی میخندیم در موردش بعد میام با کارون بحث کنیم مثلا اینجا چقدر طرف دقیق گفت چیزی که با هم میگفت اونو گفتی چیزم بگیم دیگه بس وست ورلد اینم خواستم هم به سیمولیشن رسیدی میخواستم رو بگم حالا وست ورلد نمیخوام اسپویلش کنیم نمیخوایم چیز بشه خیلی احتمالاً دیدن ولی اونم داستان همینه یه سری ایجنت با هوش مصنوعی تونستن درست کردن که خیلی شبیه انسان ها هستن شبیه انسان بعد حالا یه ذره بعضی جاش خشن میشه ولی داستانی که مباحث فلسفی عمیقی هم توش داره آره. که آگاهی اصلا چیه که دو تا سیزن ازش اومده بیرون دیگه آره تا جایی که من میدونم اونم دوست داشتید نگاه کنید به نظرم میارزه اونم عمیق نمیدونم تو ایران چجوری میشه این رو بهش حساسیت راحت تورنت اه. از ما خیلی جلوترن یعنی ما اینجا اون چیز چرنوبیل رو هنوز ندیده بودیم ایران بچه تمام کرده بودن تورنت تورنت سریع میاد حالا دانلو... تو ایران میشه دیگه اینجا نمیتونی تورنت دانلود دانلو کنی میاد اینجا میان بالا سره اینجا میان بالا سرت ولی اونجا ام... یه چیز دیگه من میخواستم بگم برای کسایی که بازی میکنن و اینا هفته گذشته یه ام... تریلری اومد بیرون از The Last of Us 2 که خیلی جالبه دیگه کسایی که حالا در اساس رو بازی کردن میفهمن من چی میگم یه بازی خیلی باحالیه جز از اون بازی است که من به همه پیشنهاد میکنم قبل از اینکه فوت کنیم برین انجام بدید یعنی فوت یعنی یکی از اون بازی است که به نظر من همه باید تو زندگیشون بازی کنم و حالا من خیلی دوست داشتم این بازی رو یه ذره تاثیر زیاد رو داشت و قسمت دوش داره میاد خیلی تریلری که اون ازش اون تی... بهش میگن تریلر به فارسی میگن همون دیگه چرایلر. تریلر آره. اون چیزی که ازش اومد بیرون خیلی قشنگ بود خیلی جالب بود و اینکه تو فوریه میاد دیگه فوریه فب... آره دو سه ماه آره. دیگه پنج ماه دیگه خیلی خوب این بود قسمت 178 در مورد پنجره جوهری صحبت کردیم ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام یوتیوب و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ